سال بعدی پرسیدن که در مصنوی مسئله انسان که انسان از کجا اومده آیا برمیگرده به آدم و حوا و تایید اینه که آدم و حوایی وجود داشته و یا اینکه برمیگرده به مسئله تکامل مولانا چه جور نظری ای رو این داستان داره ببینید نه تنها در مصنوی به طور کلی در عرفان خیلی زود شاید از همون قرن اول قرن دوم هجری متوجه این بودن که تمام صحبت هایی که در ادیان به کار رفته اینها یک نوع سیمبولیک صحبت کردن و با رمز و اشاره صحبت کردنه و به این معنی نیستش که اینها خیلی جنبه های واقعی داره منتها چون در اون زمان ها و شاید هنوزم که هنوز تا حالا اینها با مجازات های خیلی جدی رو به رو می شدن اگه همچون صحبت هایی رو میکردن سعی میکردن که خود اینها هم از زبان اشاره و سیمبولیک استفاده کنند. در اینکه شما اگر در مصنوی به خصوص نگاه کنید در رابطه با سجده نکردن شیطان در رابطه با وجود آدم و حوا داستانهای متفاوتی رو که میاره فقط یه طور داره بیان میکنه که یک دایمنشنی یک بعدی عوض شده در حیات و این آدم و حوا و سجده کردن فرشته ها و سجده نکردن شیطان اینها همش بیانگر یک حقیقت معنویه و الا شما صریحا در مصنوی میبینید که خیلی خوب باید همه فرشته ها به آدم سجده میکردن این فرشته ها چجور شرایطی داشتن؟ آیا مگه سر داشتن؟ آیا مگه پا داشتن؟ آیا مگر رو زمین بوده که باید روی زمین سجده می کردن؟ بیانگر این موضوع که اینها یک رمزهای سیمبولیکی هست که ما هنوز متاسفانه نرسیدیم به رمزگشایی اینها اینها رو به طور کامل از دیدگاه مصنوی باز خواهیم کرد که اینها چه نظرات سیمبولیکی هست یعنی چی یعنی چی که آدمی به وجود اومد چرا این از خاک گفته شده چرا آدم گفته شده بعد چرا این به بهشت پشت کرد بسیار نکته های باریکیه در این موضوع پشت کردن آدم به بهشت نمادهای بسیار عمیقی داره از درون خود انسان اما در رابطه با این که نظرش در, رو در ارتباط با حرکت حیات چطور هست حرکت حیات رو تکامل میدونن نه فقط مولانا میدونه بسیاری دیگه از عرفا میدونن در مصنوی علل خصوص شما بسیار این موضوع رو میبینید که حرکت ها حرکت هایی که رو به تکامل بوده از جمادی مردم و نامی شدم وزنما مردم به حیوان سر زدم یعنی از شکل جامد بودن حرکت کردم به سمت نبات به سمت گیاه یعنی شما در نظر بگیرید بیش از چهار میلیارد سال پیش که اولین باکتری ها در آب به وجود اومدن و بعد یواش یواش شکل های گیاهی به وجود اومده و بعد حیوانات به وجود اومدن مردم از حیوانی و آدم شدم و دقیقا آدم رو مرحله بعد از مرحله حیوان میذاره و دقیقا آدم رو مرتبط میدونه با نسل حیوانات و ادامه تکاملی نسل حیوان میدونه مردم از حیوانی و آدم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر یعنی دفعه دیگه هم از آدم میمیرم تا اینکه یک نوع زندگی دیگه ای رو شروع کنم که باز مرتبط به همین این سیر تکاملی هستش این مسیرها رو اینها داشتن این که براتون خوندم در دفتر سوم هستش در داستان وکیل سر جهان در همون دفتر سوم شما اگر برگردید به داستان پیل که از هندوستان اومد و اتاق تاریک بود بهش دست می مالیدن و هر کی یک نظری میداد دقیقا باز مراحل تکاملی رو بیان میکنه در دفتر پنجم بیان میکنه که جهان بر اساس سیر تکاملی جلو رفته اما داستان های آدم و حوا رو اینها فقط یک نماد و سیمبولیک دیدند و نه یک واقعیتی که واقعا اتفاق افتاده. اگر جواب کافی نبود یا توضیحات بیشتری خواستید باز در خدمتتون خواهم بود.